یک دو رو براتون میخونم. اعلام میکنه این مثال ها به شما کمک خواهم کرد تا حکمت و ادب، یعنی نظم. کسی که مطیع کلام خداست منظمه. من نمیگم، تمام عهد جدید میگه خادمین خدا رو به نظم تشویق میکنه. منظم باشید، بدونید برای هر کاری به طور خاص برای کار خدا منظم باشید. میگه این مثال ها به شما کمک خواهد کرد تا حکمت و ادب بیاموزید و بتوانید معنی سخنان پرمغز را، حتی اون چیزایی که فکر میکنید به خاطرش باید کلاس ها برید، درکش خیلی سخت است، و بتوانید معنی سخنان پرمغز را درک کنید. آنها به شما یاد خواهند داد که چگونه رفتار عاقلانه داشته باشید. پس کلام خدا مخالف عقل‌گرایی هم نیست و با صداقت و عدالت و انصاف عمل کنید. این مثال ها برای جاهلان حکمت می بخشد. و پس خیلی مهمه اگر دوستی رو می بینید، کسی رو می شناسید که رفتارش رفتار درست نیست، از خدا بخواید بهتون بیاموزه چگونه با اونها برخورد کنید که اونها رو از مسیر اشتباه و نادرست نجات بده. فردوسی اعلام میکنه چه ناخوش بود دوستی با کسی که بهره ندارد ز دانش بسی. کسی که از دانش و آگاهی نسبت به کلام خدا این آگاهی رو نداره، مسلما به خودش و دیگران نیز آسیب میزنه. و ادامه میده این مثال ها به جاهلان حکمت میبخشد و به جوانان فهم و بصیرت. با شنیدن و درک این مثال ها حتی دانایان داناتر میشوند. پس اونا که فکر میکنن توی این دنیا حکیم هستن، دانشگاه رفتن، درس خونده هستن، این کلام بهشون کمک کنه اونا داناتر بشن، در مقابل اونها نخواهد ایستاد. و دانشمندان چاره اندیشی کسب میکنن تا بتوانن معنای گفتار پیچیده حکیمان را بفهمن. و در وجود هر انسانی این کلام یک دانشگاه رو باز میکنه. تو یک خانواده یک دانشگاه میشه. خوش به حال اون خانواده هایی که همه اون افراد خانواده کلام رو میخونن، چون که کمکشون میکنه که مانع کارهای اشتباهشون بشه. ویکتور هوگو میگه هر آموزشگاهی را که باز کنید در زندان را بسته اید. هر وقت قسمتی از کلام خدا رو باز میکنیم، در ناامیدی ها و غم های زندگی تو بستی، چرا که به تو امید میده، به تو شادمانی میده.